أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر تاها ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به زحمت افتی را فقط برای یادآوری کسانی که از خدا می ترسند نازل ساختیم. این قرآن از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است، همان بخشندهی که بر عرش مسلط است. از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه در زیر خاک پنهان است. اگر سخن آشکارا بگویی یا مخفی کنی، او اسرار و حتی پنهان تر از آن را نیز می داند. او خداوندی است که معبودی جز او نیست و نامهای نیکوتر از آن اوست. و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ هنگامی که از دور آتشی مشاهده کرد و به خانواده خود گفت اندکی درنگ کنید که من آتشی دیدم، شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا به وسیله این آتش راه را پیدا کنم. هنگامی که نزد آتش آمد ندا داده شد که ای موسی، من پروردگار توام، کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس توبا هستی و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم. اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار. به طور قطع رستاخیز خواهد آمد، می خواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خیش پیروی می کند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد. آن چیست در دست راست تو ای موسی؟ گفت این عصای من است، بر آن تکیه می کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است. گفت ای موسی، آن را بیفکن. پس موسی آن عصا را افکند که ناگهان اژدهایی شد که به هر سو می شتافت. گفت آن را بگیر و نترس، ما آن را به صورت اولش باز می گردانیم و دستت را به گریبانت ببر تا سفید و بی عیب بیرون آید. این نشانه دیگری از سوی خداوند است تا از نشانه های بزرگ خیش به تو نشان دهیم. اینک به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. موسی گفت پروردگارا، سینه ام را گشاده کن و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم بگشای سخنان مرا بفهمند. وزیری از خاندانم برای من قرار ده، برادرم هارون را. با او پشتم را محکم کن، او را در کارم شریک ساز تا تو را بسیار تسبیح گوییم، را بسیار یاد کنیم، را که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای. فرمود ای موسی، آنچه را خواستی به تو داده شد و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساختیم. آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم که او را در صندوقی بیفکن و آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل افکند و دشمن من و دشمن او آن را برگیرد. و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا در برابر دیدگان من ساخته شوی و پرورش یابی.
در آن هنگام که خواهرت در نزدیکی کاخ فرعون راه می رفت و می گفت آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند و دایه خوبی برای او خواهد بود؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد، و تو یکی از فرعونیان را کشتی، اما ما تو را از اندوه نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم. پس از آن سالیانی در میان مردم مدین توقف نمودی، سپس در زمان مقدر برای فرمان رسالت به اینجا آمدی ای موسی، و من تو را برای خودم ساختم و پرورش دادم. اکنون تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من کوتاهی نکنید. به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است، اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد. موسی و هارون گفتند پروردگارا، از این می ترسیم که بر ما پیشی گیرد و قبل از بیان حق ما را آزار دهد یا طغیان کند و نپذیرد. فرمود نترسید، من با شما هستم، همه چیز را می شنوم و می بینم. به سراغ او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگار تو ایم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنان را شکنجه و آزار مکن، ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده‌ایم، و درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی می کند. به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که آیات الهی را تکذیب کند و سرپیچی نماید. فرعون گفت پروردگار شما کیست ای موسی؟ گفت پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده، سپس هدایت کرده است. گفت پس تکلیف نسل‌های گذشته که به اینها ایمان نداشتند چه خواهد شد؟ گفت آگاهی مربوط به آنها نزد پروردگارم در کتابی ثبت است، پروردگارم هرگز گمراه نمی شود و فراموش نمی کند و آنچه شایسته آنهاست به ایشان می دهد. همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد و راه‌هایی در آن ایجاد کرد و از آسمان آبی فرستاد که با آن انواع گوناگون گیاهان را از خاک تیره برآوردیم، هم خودتان بخورید و هم چهار پایانتان را در آن به چرا برید. مسلماً در اینها نشانه های روشنی برای خردمندان است. ما شما را از آن زمین آفریدیم و در آن باز می گردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون می آوریم. ما همه آیات خود را به او نشان دادیم، اما او تکذیب کرد و سر باز زد. گفت ای موسی، آیا آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ قطعاً ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد. همکنون تاریخش را تعیین کن و موعدی میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم، آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد. گفت میعاد ما و شما روز زینت، روز عید است، به شرط اینکه همه مردم هنگامی که روز بالا می آید جمع شوند. فرعون آن مجلس را ترک گفت و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد و سپس آمد. موسی به آنان گفت وای بر شما، دروغ بر خدا نبندید که شما را با عذابی نابود می سازد.
و هر کس که بر خدا دروغ ببندد نومید و شکست خورده می شود. آنها در میان خود در مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستند و مخفیانه و در گوشی با هم سخن گفتند. گفتند این دو نفر مسلماً ساحرند، می خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند. اکنون که چنین است، تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید و در یک صف به میدان مبارزه بیایید. امروز رستگاری از آن کسی است که برتری خود را اثبات کند. ساحران گفتند ای موسی، آیا تو اول عصای خود را می افکنی یا ما کسانی باشیم که اول بیفکنیم؟ گفت شما اول بیفکنید. در این هنگام تنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند. سا ترس خفیفی در دل احساس کرد. مبادا مردم گمراه شوند. این نترس، تو مسلماً پیروز و برتری و آنچه را در دست راست داری بیفکن. تمام آنچه را ساخته اند می بلعد. آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد. موسی عصای خود را افکند و آنچه را که آنها ساخته بودند بلعید. ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. به یقین دستها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می کنم و شما را از تنه های نخل به دار می آویزم و خواهید دانست مجازات کدامی که از ما دردناکتر و پایدارتر است. سوگند به آن کسی که ما را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده مقدم نخواهیم داشت. هر حکمی می‌خواهی بکن، تو تنها در این زندگی دنیا می‌توانی حکم کنی. ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است. هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود، آتش دوزخ برای اوست. در آنجا نه می‌میرد و نه زندگی می‌کند. و هر کس با ایمان نزد او آید و اعمال صالح انجام داده باشد، چون این کسانی درجات عالی دارند. باغ‌های جاویدان بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که همیشه در آن خواهند بود. این است پاداش کسی که خود را پاک نماید. ما به موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگانم را از مصر با خود ببر و برای آنها راهی خشک در دریا بگشا که نه از تعقیب فرعونیان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا. به این ترتیب فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کردند و دریا آنان را در میان امواج خروشان خود به طور کامل پوشانید. فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نکرد. ای بنی اسرائیل، ما شما را از چنگال دشمنتان نجات دادیم و در طرف راست کوه طور با شما وعده گذاردیم و من و سلوا بر شما نازل کردیم. بخورید از روزیهای پاکیزه ای که به شما داده ایم و در آن طغیان نکنید که غضب من بر شما وارد شود و هر کس غضبم بر او وارد شود سقوط می کند. و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم. ای موسی،
چه چیز سبب شد که از قومت پیشی گیری و برای آمدن به کوه طور عجله کنی؟ از کرد پروردگارا آنان در پی منند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی. فرمود ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت. موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما نداد؟ آیا مدت جدایی من از شما به طول انجامید یا می‌خواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده من مخالفت کردید؟ گفتند ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم، بلکه مقداری از زیورهای قوم را که با خود داشتیم افکندیم و سامری این چنین القا کرد. برای آنان مجسمه گوساله‌ای که صدایی همچون صدای گوساله واقعی داشت پدید آورد و به یکدیگر گفتند این خدای شما و خدای موسی است. و او فراموش کرد پیمانی را که با خدا بسته بود. آیا نمی بینند که این گوساله هیچ پاسخی به آنان نمی دهد و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای آنها نیست؟ و پیش از آن هارون به آنها گفته بود ای قوم من، شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته اید. پروردگار شما خداوند رحمان است، پس از من پیروی کنید و فرمانم را اطاعت نمایید. ولی آنها گفتند ما همچنان گرد آن می گردیم و به پرستش گوساله ادامه می دهیم تا موسی به سوی ما بازگردد. موسی گفت ای هارون، چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا عصیان نمودی؟ هارون گفت ای فرزند مادرم، ریش و سر مرا مگیر. من ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی. موسی رو به سامری کرد و گفت تو چرا این کار را کردی ای سامری؟ گفت من چیزی دیدم که آنها ندیدند. من قسمتی از آثار رسول را گرفتم، سپس آن را افکندم و این چنین هوای نفس من این کار را در نظرم جلوه داد. موسی گفت برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که هر کس با تو نزدیک شود بگویی با من تماس نگیر و تو میعادی از عذاب خدا داری که هرگز تخلف نخواهد شد. اکنون بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخست می سوزانیم، سپس ذرات آن را به دریا می پاشیم. معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است. اینگونه بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو می کنیم و ما از نزد خود ذکر و قرآنی به تو دادیم. هر کس از آن روی گردان شود روز قیامت بار سنگینی از گناه و مسئولیت بر دوش خواهد داشت، در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند و بد باریست برای آنها در روز قیامت، همان روزی که در سور دمیده می شود و مجرمان را با بدنهای کبود در آن روز جمع می کنیم. ها آهسته با هم گفتگو می کنند. بعضی می گویند شما فقط 10 شبانه روز در عالم برزخ توقف کردید. ما به آنچه آنها می گویند آگاه تریم، هنگامی که نیکو روشترین آنها می گوید شما تنها 1 روز درنگ کردید و از تو درباره کوه ها سؤال می کنند. بگو پروردگارم آنها را متلاشی کرده برباد می دهد. سپس زمین را صاف و هموار
و بی آب و گیاه رها می سازد، به گونه ای که در آن هیچ پستی و بلندی نمی بینی. در آن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت و همگی از قبرها برمی خیزند و همه صداها در برابر عظمت خداوند رحمان خاضع می شود و جز صدای آهسته چیزی نمی شنوی. در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضی است. آنچرا پیش رو دارند و آنچرا در دنیا پشت سر گذاشته اند می داند، ولی آنها به علم او احاطه ندارند. و در آن روز همه چهره ها در برابر خداوند حی قیوم خاضع می شود و مأیوس و زیانکار است آن که بار ستمی بردوش دارد. اما آن کس که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد نه از ظلمی می ترسد و نه از نقصان حقش، و این گونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم و انواع وعیدها و انذارها را در آن بازگو نمودیم شاید تقوا پیشه کنند یا برای آنان تذکری پدید آورد. پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان حق است. پس نسبت به تلاوت قرآن عجله مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا علم مرا افزون کن. پیش از این از آدم پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم. بیاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و سجده نکرد. پس گفتیم ای آدم، این ابلیس دشمن تو و دشمن همسر توست، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد، اما تو در بهشت راحت هستی و مزیتش برای تو این است که در آن گرسنه و برهنه نخواهی شد و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد. ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟ انجام هر دو از آن خوردند و لباس بهشتیشان فرو ریخت و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود از برگهای درختان بهشتی جامه دوختند. آری آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد. سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش نمود. خداوند فرمود هر دو از آن بهشت فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود، ولی هرگاه هدایت من به سراغ شما آید هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود، و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. می گوید پروردگارا چرا نابینا محشورم کردی؟ من که بینا بودم. می فرماید آنگونه که آیات ما برای تو آمد و تو آنها را فراموش کردی امروز نیز تو فراموش خواهی شد، و اینگونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد، و عذاب آخرت شدید تر و پایدارتر است. یا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسلهای پیشین را
که طغیان و فساد کردند هلاک نمودیم و اینها در مسکنهای ویران شده آنان راه می روند؟ مسلماً در این امر نشانه های روشنی برای خردمندان است و اگر سنت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود، عذاب الهی به زودی دامان آنان را می گرفت. پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور و همچنین برخی از ساعات شب و اطراف روز پروردگارت را تسبیح گوی، باشد که از الطاف الهی خوشنود شوی و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنان داده ایم میفکن. اینها شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. خانواده خود را به نماز فرمانده و بر انجام آن شکیبا باش. از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقواست. گفتند چرا پیامبر معجزه و نشانه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا خبرهای روشنی که در کتابهای آسمانی نخستین بوده برای آنها نیامد؟ اگر ما آنان را پیش از آن که قرآن نازل شود با عذابی هلاک می کردیم، در قیامت می گفتند پروردگارا چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم؟ بگو همه در انتظاریم، ما در انتظار وعده پیروزی و شما در انتظار شکست ما، حال که چنین است انتظار بکشید. اما به زودی می دانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم و چه کسی هدایت یافته است.